به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و وقت همه شما هموطنان نهایت عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر. آرزو میکنم این هفته را همچنان با صحتمندی کامل سپری کرده باشین. بازم در برنامه درمان با داشته های خیلی جالب و متفاوت با شما عزیزا هستیم. این که در برنامه این هفته روی چه موضوعات بر شما عزیزا معلومات جالب را تهیه کردیم با هم میبینیم. 600 اختلال روانی وجود دارد که به 22 تایف یا بخش تقسیم میشه. یک بخشش میشه وسواس فکری یا بخش اختلالات وسواس فکری عملی اجباری. زمانی که ما وسواس میگیم یعنی کاری که بار بار تکرار میکنه فرد و در اختیار خودش نیست که بعد ایش عامل اختلال میشه. به طرف پانتون یا مکتب میرن، این سبب میشه که صبحانه نخورن. و زمانی که صبحانه نمیخورن، تحقیقات نشان داده در تمام دنیا که کسایی که صبحانه نخوردن کمتر، مثلا اگر در درس رفتن کمتر، در پروسه یادگیریشان بسیار ضعیف بوده، و کسایی که صبحانه خوبتر گرفتن، صبحانه سالم گرفتن، چیزای درست خوردن، اینا پروسه یادگیریشان بسیار خوب بوده. همه ما دوست داریم که یک صبحانه سالم، مقوی و خوب نوش جان بکنیم و به خاطر داشتن یک روز عالی، داشتن یک صبحانه عالی خیلی میتونه کمک کننده باشه. اما اینکه یک صبحانه عالی و خوب شامل چه مواد غذایی باید باشه، اینو شاید در موردش کمتر فکر کرده باشیم یا هم معلومات اصلا نداشته باشیم. معمولا مردم میرن به طرف نوشجان کردن غذاهای شیرین، ولی تحقیقات نشان داده که استفاده از غذاهای شیرین در وعده صبحانه سبب میشه که در طول روز شما زودتر احساس خستگی بکنید. حالا میکه چگونه یک صبحانه خوب و مفصل داشته باشیم و یک روز فوق‌العاده را بر خود ما تشکیل بتیم، تمام این موارد را صحبت میکنیم در بخش سوخت و ساز با دکتر صاحب محترم حمیدالله هاشمی، متخصص امراض داخله، که در مورد خوردن صبحانه سالم و اهمیتش صحبت‌های بیشتر خود داشتیم. دکتر صاحب سلام و وقت شما بخیر، به استودیوی برنامه درمان خوش آمدید. رستم جان عزیز سلام علیکم به شما و به بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و خصوص برنامه درمان. امیدوار هستم که روز خوش و خوب داشته باشند. بسیار تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خب در افغانستان آنقدر محتویات غذا مهم نیست که چه غذایی باید باشه، کدام غذا در وعده صبحانه استفاده شوه، کدام غذا از طرف شب بیشتر استفاده شوه. در کل هر غذایی که سبب سیری شوه، مردم دوست دارن که اون غذا را استفاده بکنن و طعم خوبتر داشته باشد. قبل از همه از شما مشنویم که صبحانه سالم شامل چه غذاهایی باید شوه و چقدر صبحانه خوردن اهمیت داره. بله رستم جان عزیز، صبحانه یکی از وعده‌های غذایی بسیار مهم نسبت به وعده‌های دیگر غذایی است، اما متاسفانه یک وعده غذایی است که اکثرا مورد بی‌توجهی و بی‌پروایی مردم صورت گرفته. و تحقیقاتی که نشان داده در تمام دنیا، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا 47% مردم صبحانه میگیرن، یعنی 53% مردم اکثرا یا به حساب کار ضرورتی که میداشته باشن یا به حساب از اینکه دلشان نمیشه صبحانه اخذ نمیکنن، یعنی اکثریت مردم صبحانه را مس میکنن و نمیگیرن، در حالی که مهمترین وعده غذایی است. این صبحانه در ابتدا در قرن، اگر تاریخچه بگویم، در ابتدا در یعنی قبل از قرن 16 فقط مردم یک وقت غذا میخوردن، چون وقت پول و ایگپا نداشتن، هر وقت که غذا پیدا میکردن اما وقت خوب زیاد میخوردن و بس. و بعدا دیدن بعد از قرن 16 زمانی که تکنولوژی کم کم پیشرفت کرد، مردم بعض کارا و وظایف شروع کردن، دیدن که در جریان روز یک خستگی و ضعیفی احساس میکردن، با ضرورت شد گفتن پیش از اینکه به کار شروع کنیم باید یک چیز باید خورده شود. کنه از اون زمان، یعنی از قرن 16 به بعد، باز آستاستا صبحانه مروج شد و بالاخره سه وعده غذایی شد که مهمترینشان همین صبحانه است، که صبحانه از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. که اهمیت اولش این است که اکثریت کسایی که خصوصا متعلم مکتب اگه باشه یا محصل پانتون اگه باشه یا اگر در یک جای کار روانی یا کار ذهنی دارن و یا اینکه کار فیزیکی داره، با کلشان مهم است. و اکثرا چون که مکتب ها یا پانتون ها اکثرا از تایم صبح می باشه و بسیار به عجله کلگی به طرف پانتون یا مکتب میرن، این سبب میشه که صبحانه نخورن. و زمانی که صبحانه نمیخورن، تحقیقات نشان داده در تمام دنیا که کسایی که صبحانه نخوردن کمتر، مثلا اگر در درس رفتن کمتر،
پروسه یادگیریشان بسیار ضعیف بوده و کسایی که صبحانه خوبتر گرفتن، صبحانه سالم گرفتن، چیزای درست خوردن، اینا پروسه یادگیریشان بسیار خوب بوده. و همچنان کسایی که کارهای فیزیکی داشتن یا کارهای ذهنی داشتن، مثلا بالای کامپیوتر کار داشتن یا کارهای اداری داشتن، کسایی که صبحانه خوردن دیدن که تا چاشته مثلا بسیار کار منظم بدون از اینکه خسته شون اجرا بکنن. اما کسایی که صبحانه نگرفتن اکثرا اونا کسایی بودن که یعنی زود خسته شدن، زود عصبانی شدن، حتی سبب جنگ و بسیار ناراحتی پیشان. اما طور است که میگن که هر وقت که شما احساس عصبانیت کردین، ناراحت بودین یا هم بالای کس عصبانی بودین، کوشش بکنین حتما یک غذای کوچک حداقل استفاده بکنین، نوشجان بکنین تا مو عصبانیت شما کاهش پیدا بکنه و اعصاب شما آرامتر شود. خب دکتر صاحب، در افغانستان بیشتر مردم در وعده صبحانه غذاهای شیرین نوشجان میکنن. تعداد هم هموطنای ما دوست دارن که در وعده صبحانه غذاهای بسیار چرب استفاده بکنن و به این باور هستن که غذاهای شیرین انرژی دهنده است و غذاهایی که چرب است ما را در طول روز سیر نگاه میکنن. چقدر این باور درست است؟ آیا میتونیم بگوییم که غذاهای چرب و شیرین غذاهای کاملا سالم و در وعده صبحانه کامل است؟ بله، یک ایده یا یک فکر است که اکثریت مردم میره داره و اکثرا در صبحانه همه چیزایی را که شما نام گرفتین اکثرا چیزای شیرین یا چیزای بسیار چرب استفاده میکنن تا اینکه در طول روز احساس گرسنگی نکنن یا احساس کم انرژی نکنن، در حالی که بهترین صبحانه یعنی صبحانه است که آبی مقدار کم پروتئین و کمتر از اون مقدار بسیار کمش هم و مقدار کربوهیدرات یعنی ارسیش داشته باشه، اما مقدار شیرنیش و قدر زیاد نباشه، یعنی چیزایی که بسیار شیرین باشه میتونه که میتونه بسیار کم بگیریم به خاطر از اینکه خود کربوهیدرات اگه انرژی دفعتن بر انسان میده، یعنی آدم با انرژی میسازه و تمام فعالیت های فیزیکی و فعالیت های ذهنی ما خوب است، اما بعدن چیزایی که زیادتر پروتئین داره و همچنان فایبر داره که دازمیت اینا کمک میکنه از اینا خوبتر بیشتر استفاده شوه و خوبتر خود باشه. خب دکتر صاحب، ما روی میز خود نان جو داریم، قهوه داریم، شیر، پنیر خامه‌ای و همچنان بسکیت هایی که سبوس دار هستند، در ترکیبشان سبوس وجود داره، تخم مرغ و همچنان میوه که ما فعلا تنها سیب در استدیوی خود داریم. روی از این غذاها صحبت خواد کردیم که چقدر میتونن به وعده صبحانه خوب باشه، آیا یک صبحانه کامل گفته میتونیم یا خیر، ولی قبل از همه وقفه بسیار کوتاه میگیریم که خصوصا کوشش بکنن یک چیزی که یادآوری میکنم که درش یکی بوره زیاد نپرتن، چون که خود بوره هم جذب کلسیم و همچنان جذب آهن را که در شیر موجود است را خراب میسازه. با ادامه برنامه درمان و بخش سوخت و ساز همه شما عزیزا را خوش آمدید میگم و در مورد صبحانه خوردن صحبتای داشتیم با دکتر صاحب حمیدالله هاشمی، متخصص امراض داخله، و گفتن که چقدر میتونه صبحانه خوردن مهم باشه. در کنارش هم عزیزایی که بیشتر از غذاهای شیرین استفاده میکنن در طول روز ممکن است که زودتر احساس کسالت و خستگی داشته باشن. حالا دکتر صاحب، روی میز ما انواع مختلف غذاها است که بیننده عزیز ما میبینن، ولی قبل از اینکه روی از این غذاها صحبت بکنین بر ما بگوین که صبحانه خوردن چقدر میتونه مفید باشه؟ خب قسمی که پیشتر هم براتون گفتم، یکی خب سبب میشه که هم انرژی ذهنی و انرژی فیزیکی بر ما بده و در طول روز خسته نشیم و مانده نشیم زودتر و درست فعالیت های خود را پیش ببریم. و دیگه تحقیقی که نشان داده کسایی که صبحانه میخورن اکثرا کمتر چاق میشن، یعنی جلوگیری از چاقی میکنه. علتش چی است؟ علتش است که زمانی که یک فرد صبحانه میخوره، یک مقدار کم صبحانه را میخوره، انسولین افراز میشه، یک مقدار کم انسولین، و سبب میشه که تا چاشته ای احساس گرسنگی نکنه و چاشت مقدار کم غذای دیگر را میخوره، مشکل برطرف میشه. اما زمانی که یک فرد صبحانه نمیخوره، ساعت های 10 11 بجه حتما احساس بسیار گرسنگی شدید میکنه، چون که بسیار شکرش هم پایان میشه. و زمانی که احساس زیاد گرسنگی میکنه، ضرورت به این میشه که اینا زیاد غذا بیشتر بخوره. و اکثرا چون در بیرون می باشه افراد و غذای را می خورن، غذای غیر سالم است، چربی زیادتر داره و غذای فست فود است اکثرا، و این غذا زمانی که فرد غذای زیاد می خوره انسولین بسیار زیاد افراز میشه و این انسولین سبب میشه که جذب از مواد غذایی بسیار زیاد شوه و سبب میشه که فرد وزن بگیره و همین انسولین زیاد سبب میشه که 2 ساعت بعد دوباره زود گرسنه شوه. پس از این خاطر است که افراد که میگن صبحانه نمی خورن زیادتر مصاب به مرض چاقی میشه. دقیقاً، پس و... باور غلط است که اگر ما یک وعده غذایی خود حذف بکنیم سبب لاغری میشه. برعکس میتونه سبب چاقی هم شود، چون که گرسنگی بیش از حد میتونه سبب شود که زیادتر غذا بخورن اینا. و دیگه تحقیق نشان داد اکثر کسایی که صبحانه میخورن کمتر مصاب به زمانی که با
به چاقی نشدن کمتر مصاب به مرض دیابت یا شکر میشن. پس به خاطر جلوگیری از این میشه که صبحانه منظم و سالم خورده شوه که از این مشکلات میشه که جلوگیری شوه. بسیار خوب، و به می رقم ده ها فواید دیگه هم داره که من فکر میکنم حالا بهتر است روی غذاهای صحبت بکنیم که روی میز داریم. خب دکتر صاحب، میشه از تخم جوشانده مرغ صحبت بکنین در موردش ده. که یعنی همگی طرفدارش هست و در تمام تحقیقات نشان داده که حتی نوشجان کردن تخم مرغ میتونه بسیار ضروری هم باشه به وعده صبحانه. بله. خب تخم مرغ خصوصا تخمی که جوشانده میشنه، ای که تخمی که با روغن و خصوصا روغنایی که غیر صحی از فعلا پخته میشه، این تخم شامل پروتئین و کاربوهیدرات و خصوصا پروتئین بسیار زیاده است و همچنان یک مواد در خود داره کولین که مواد بسیار کمک میکنه، هم در فعالیت های ذهنی ما بسیار کمک میکنه، هم در عضلات سازی بسیار کمک میکنه. یعنی یک مواد است که مواد در خود داره که به تمام قسمت های وجود میتونه که فواید بسیار زیاد داشته باشه. و همچنان تخم مرغ بعضی کسا شاید از چربیش بترسن، میگه که زردی تخم مرغ بسیار چربی داره، اما تحقیقات نشان داده که کسایی که روز یک دانه یا دو دانه تخم مرغ به شکل می جوشانده میخورن، حتی در کاهش چربی خون از اینا بسیار رول عمده داشته. یعنی کسایی که حتی چربی خون دارن میشه که از تخم مرغ استفاده بکنن و در وعده غذایی بهترین یعنی غذا میتونه تخم مرغ باشه که از هر لحاظ میتونه که هم از لحاظ پروتئین یا مواد مغذی بسیار زیاد داره. بیشتر مردم دوست دارن که از آرد سفید استفاده بکنن و در وعده صبحانه هم بیشتر از نان خشک استفاده میکنن که آرد ترمیده داشته باشه، آردش سفیدتر باشه. چقدر نان جو میتونه مفید باشه اگر جاگزین شوه؟ خب آرد که آرد ترمیده است، اوی بسیار زیاد گلوتین و اوی بسیار زیاد کاربوهیدرات است و افرادی که زیادتر از نان سفید استفاده میکنن اکثرا زیادتر مصاب به چاقی میشن. و نان که سبوزدار به نام نان سبوزدار مشهور است و این نانا اکثرا نان است که یعنی همراه با پوست گندم یعنی یک جا می باشه. این پوست گندم اکثرا فایبر داره و هم در هضمیت بسیار کمک میکنه و هم زودتر انسان احساس سیری میکنه و سبب میشه که انسان چاق نشه، یعنی یک فرد از چاقی میتونه جلوگیری میکنه، در حالی که افرادی که نان خشک بیشتر میخورن زودتر چاق میشن. اما افرادی که نان سبوس میخورن چون که اینا فایبر داره جذب نمیشه، احساس سیری ما رو زیادتر میسازه و سبب میشه که ما وزن خود حتی کمتر هم بسازه. دقیقاً. و همیشه در تبلیغات هم میبینیم که میگن هیچ صبحانه بدون لبنیات و بخصوص شیر کامل نیست و مردم بیشتر عادت دارند در جامعه که ما زندگی میکنیم از طرف صبح حداقل کوشش میکنن یک گلاس شیر نوش جان بکنن. با کودک ها هم بیشتر والدین توصیه میکنن که از طرف صبح یا قبل از اینکه به مکتب برن حتما یک گلاس شیر بنوشن. چقدر استفاده از لبنیات، شیر و پنیر خامه‌ای که ما روی میز داریم چقدر میتونه خوب باشه در وعده صبحانه؟ آیا خوب است یا نیست؟ بله رستم جان، شیر و همچنان لبنیات تمامش در خود یعنی تمام مواد مغذی که یک انسان در طول یک روز میتونه ضرورت داشته باشه 20 تا 30 درصد شم میتونه مرفوع بسازه، یعنی از پروتئین گرفته تا کلسیم، پتاسیم، سدیم میتونه که اینا بر ما تمام ضرورت بدن پوره بسازه. که خصوصا کوشش بکنن یک چیزی که یادآوری میکنم که در یکی بوره زیاد نپرتن، چون که خود بوره هم جذب کلسیم و همچنان جذب آهن را که در شیر موجود است را خراب میسازه و همچنان همراه با چای مخلوط نسازن. یعنی بعضی کسا کوشش میکنن به شکل شیر چای استفاده بکنن، در حالی که خود شیر چای یعنی یک ماده از وجود میشه که هم کلسیم هم آهن که در شیر است یعنی خونسا بسازه و سبب عدم جذب شوه. یعنی یک غذای سالم ما به غیر سالم تبدیل میکنه. یعنی شیر هم میتونیم بدون بوره یا بدون چای به شکل طبیعی استفاده بکنیم. خیلی خوب. و دکتر صاحب، از طرف صبح یک تعداد هم عادت دارن که قهوه بنوشن، به خصوص خودم شخصا عادت دارم از طرف صبح حتما قهوه بگیرم. به نظر شما کسایی که عادت دارن که صبح قهوه بنوشن، آیا قهوه را هم میتونیم جز یک نوشیدنی خوب به خاطر صبحانه بگوییم یا اینکه در او قطار حساب نمیشه؟ خب کسایی که عادت دارن یا کسایی که فعالیت های ذهنی بیشتر دارن اگر از قهوه استفاده بکنن بسیار یک نوشیدنی عالی و خوب است، چون که در خود مقدار زیاد کافئین داره و اکثرا همین خود کافئین سبب میشه که همه انرژی ذهنی ما را بیشتر بسازه، در پروسه یادگیری ما بیشتر کمک بکنه. پس کسایی که عادت دارن خوب است که استفاده بکنن و کسایی که بیشتر از کافئین استفاده کردن تقریبا هم و بعض تحقیقات نشان داده که کمتر مصاب به امراض قلبی و همچنان کمتر مصاب حتی کسایی که چربی جگر دارن میشه که از قهوه استفاده بکنن، بسیار. در کاهش چربی جگر بسیار کمک کننده است. بله.
کم مانده. در کل میوه گرفتن از طرف صبح چقدر خوب است؟ کسایی که اشتیا ندارن، نه شیر دلشان میشه، نه پنیر، نه نان خشک، نه یعنی خلاصه اصلا دوست ندارن از طرف صبح غذا نوش جان بکنن. آیا میوه هم میتونه که حداقل یک صبحانه برشان باشه؟ بله، اصلا در به حساب یک صبحانه کامل اگر بگوییم، در او شامل میوه‌جات هم است، ترکاری باب است، لبنیات است، که متاسفانه ترکاری باب و میوه‌جات در افغانستان از طرف صبح رایج نیست، در حالی که یک صبحانه سالم هم است که درش میوه‌جات هم باید شامل باشه، ترکاری باب هم شامل باشه، چون که از اون میتونه بعض ویتامینا و گپایی که در بدن ضروری است بشه از اونا همو ویتامینا وجود خود را پورا بکنیم. پس همچنان مقدار زیاد فایبر است که پسان میتونه در مثلا هم در سیری خوب کمک بکنه، که مورا سیر نگاه بکنه، و هم مقدار فروکتوز خوب تر داره که میتونه که در جیران روز مورا کم انرژی نسازه. پس از میوه‌جات هم خوب است که در صبح استفاده بکنن و از ترکاری باب هم استفاده بکنن بهتر. بسیار خوب دکتر صاحب. و نگفتنمون ما دیگه یک صبحانه را آماده کردیم روی میز خود که معمولا مردم بیشتر در افغانستان استفاده میکنن، و شما دو نکته بسیار مهم دیگر هم بیان کردین که در کنار صبحانه که ما معمولا استفاده میکنیم کوشش بکنین که میوه و ترکاری همچنان داشته باشیم که صبحانه ما را یک صبحانه مغذی و کامل بسازه. از حضور شما یک دنیا تشکر میکنم دکتر صاحب، و معلومات خوبه که با ما و بیننده عزیز ما شریک کردین. تشکر از شما. اوقات خوش داشته باشین. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که با ما هستین. تا لحظات بعد. اولی را میخوایم بگویم که وسواس یک مشکل بسیار سرسخت است. یعنی اگر کس افسرده باشه زود درمان میشه، اگر کس استراب داشته باشه زود درمان میشه، ولی وسواس درمانش خیلی کار سختی هست. با ادامه برنامه درمان باز هم شما عزیزا را خوش آمدید میگم و در بخش صحت روان هستیم. امروز در رابطه با موضوع صحبت میکنیم که شاید شما عزیزا هم تجربه کرده باشین و یا هم از دوستانتان شنیده باشین. گهگاه ما دوست نداریم به موضوع فکر بکنیم، ولی گاهن استرس های بیهوده، نگرانی های بیهوده و افکار بسیار بیجا در ذهن ما غلبه میکنن که ما را وادار میسازن تا به صورت ناخواسته به اون مفکوره ها و اندیشه ها فکر بکنیم، که در نتیجه سبب ایجاد ترس، پریشانی و ناراحتی در زندگی نرمال ما میشه. مشخصا میخواییم در رابطه با وسواس فکری صحبت بکنیم. حالا این که چه مشخصهایی داره، کیها بیشتر تجربه میکنن و چطور میتونیم پیشگیری بکنیم؟ تمام این موارد را صحبت میکنیم با استاد محترم محمد صفا فرزایی، روانشناس کلینیکی، که همین لحظه در استودیو با ما هستن. استاد سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمده. زنده و سلامت باشین رسول صاحب. سلام خدمت شما، خدمت اعضای بیننده. بسیار تشکر. وسواس فکری یکی از موضوعات است که شاید یک تعداد افراد همیشه رنج میبرن و در رنجش هستن، ولی بعض افراد هستن که شاید گهگاه تجربه بکنن. حالا ما از شما میشنویم که مشخصا تعریفش چه هست، کسایی که بعض وقتها تجربه میکنن، آیا بر اونا هم گفته میتونیم که دچار وسواس فکری هستن یا ای که یک مشخصه خاص خود را دارن؟ رسول صاحب، اینه تو شروع بکنیم. 600 اختلال روانی وجود داره که به 22 تایف یا بخش تقسیم میشه. یک بخشش میشه وسواس فکری یا بخش اختلالات وسواس فکری عملی اجباری. زمانی که ما وسواس میگیم، یعنی کاری که بار بار تکرار میکنه فرد و در اختیار خودش نیست که بعد ای شامل اختلال میشه. گفته میشه که چهارمین دلیل مراجعه افراد نزد روانشناسا و متخصصین عقلی عصبی اینمی افرادی هستند که این وسواس دارند، و گفته میشه که 2-3% افراد در سطح جهان این را تجربه میکنند. زمانی که ما وسواس میگیم، یعنی به این معنی که کار تکراری را فرد انجام میده، که دو نوع هست، یکی وسواس فکری و یکی هم وسواس عملی. وسواس فکری معمولا اونو فکرای مزاحمه که افراد بر خیلی چیزا دارن. مثلا فردی که فکر مزاحم داره که درباره مدفوع، درباره مثلا بزاق دهن، درباره الهیات، فکر بد و منفی درباره خداوند و دین و پیامبر، اینا در ذهنش خطور کرده میره. فکرای مزاحم این چونینی که نشه یک دفعه خود زیر موتر بندازم، نشه که یک دفعه بخیزم مثلا بچه خود بکشم، نشه که یک دفعه مثلا سر پدر خود حمله بکنم. حتی فکرای مزاحم جنسی
که با محرم و اینا میتونه باشه، فکرای که در ذهن فرد خطور میکنه که این فکرها بسیار فکرای آزاردهنده و فرد خیلی ناراحت میسازه. خب مشخصاتش گفتین، نشانه هایش را هم گفتین و من مطمئن هستم عزیزایی که بیننده هستن اگر حس میکنن که اونا هم همچنین مشکل را دارن، پس به علاج و درمانش فکر بکنن. حالا استاد، راههای درمانش چه هست؟ آیا اینا فقط راهی که میتونن امتحان بکنن نی است که نزد روانشناس مراجعه بکنن، یا اینکه خودشان توسط گرفتن بعض دواها میتونن خودشان را به راحتی درمان بکنن؟ اولی را میخوایم بگویم که وسواس یک مشکل بسیار سرسخت است. یعنی اگر کس افسرده باشه زود درمان میشه، اگر کس استراب داشته باشه زود درمان میشه، ولی وسواس درمانش خیلی کار سختی هست برای اینکه فرد اقدام بکنه. ولی بیاین ما چند نکته دیگر را خدمت شما اشاره بکنم. اولی که ما هفت نوع وسواس بشناسیم. هر فرد اینیا را داره، اینی متوجه باشه که وسواس است. مثلا کسایی آمده بار بار دست خودش شستشو میکنه که بیشترم در نشانه ها گفتیم یک نوع وسواس به نام شستشو یاد میشه. وسواس مو کندن، فرد موی خود میکنه، موی سر، موی ریش اینا را کندن میره، متوجه نیست، یک بار میبینه که 20 تار موی خودش کنده. یک نوع وسواس. وسواس پوست کندن، پوست لب خود میکنه، پوست ناخن خود میکنه، این نوع وسواس است. وسواسی که فکرای در ذهنش میاد که رابطه جنسی با محرم خود برقرار بکنه، یک نوع وسواس است. فکرای بعد منفی نسبت به الهیات، نسبت به خداوند، پیامبر، اینا در ذهن فرد خطور میکنم. نوع بعدیش وسواس احتکار است. فرد جمع میکنه وسایل، جمع کنه اخبار، جمع کنه کتاب، جمع کنه چیزایی که هیچ به درد نمیخوره، اینا رو جمع، پلاستیک، بعضی پلاستیک یا از فروشگاه چیزی که میخرن جمع میکنن، جمع میکنن که یک روز به درد نمیخوره. شما اگر ببینید پارچه مثلا پدر کلان خودم در مکتب کره گرفته بود رو نگاه کردن، نمیدونم چی به دردش میخوره. اینی در کل انواعش میشه. یک مقدار روی عواملش هم بگویم که از کجا میشه، بعد میریم روی درمان. ببینین، اولی که یک سلسله تغییرات در مواد شیمیایی مغز، خصوصا مثلا سرتونین در مغز این افراد کم می باشه، اینی سبب میشه که این کار تکرار کرده بره. دومی که بحث ژنتیکی می باشه، پدر مادر وسواسی اینا میتونن که فرزند وسواسی بزرگ بسازن یا انتقال بکنه در وجود فرزند. آموخته شده هست پدر مادر که اگر این کارا رو انجام میداده فرزندش یاد گرفته. مشکلات شخصیتی، خصوصا او CDP برش میگیم که obsessive compulsive personality disorder، که فرد اختلال شخصیت وسواسی اگر داشته باشه که باز این مشکل میتونه که پیدا بکنه. در کل اینی یک سلسله عواملش که خدمت شما گفتم. ولی بیایم برای درمان اگر مقدام بکنیم، افرادی که میخواین این مشکلشان درمان شوه، اول خود فرد اگر بخواید اینو درمان بکنه، متاسفانه که خیلی کار سخت است. و جالب مسئله ای از زیاد کسایی که معاینه خانه میایین وقتی پرسانش میکنی که چرا وقت نامدی پیش دکتر، میگه فکر میکردم یک کار عادی است دیگه، حتی در فامیلام میگفتن برو تو یه کار را خودت میکنی، خودت دست خودت است، مثلا تو که میتونی خودت نجات بدی. اینی یعنی خود فرد هر قدری که تلاش کنه که این فکران نیاید و این کار انجام نده، این ادامه پیدا کرده میره و درمان نمیشه. بنابراین نیاز به یک درمان تخصصی داریم که ما دو بخش درمانی داریم و شیوه درمانی که برای بسیار کاربردی میتونه باشه CBT یا کاگنیتیو بیهیویر تراپی هست، یعنی درمان شناختی رفتاری. یعنی شناختی که میگم اول امی فکرای فرد، باورای فرد یک بار ما میکشیم بیرون، میبینیم کدام قسمتش مشکل داره. مثلا فرد باور به این داره که اگر درست پاک نشده باشه عضوش نمیشه و عضو که نشد نمازش قبول نمیشه. فرد اینی باور داره. خب چی میکنیم؟ با وجود که اینی فکرها در ذهن ما وجود داره، ما عضو میکنیم، ما امام میکنیم، دست خودم میشویم و هر کار دیگه که نیاز است انجام بشه. بسیار خوب. و ایده یاد بگیریم که چطور فکرهای خود و آنچه که در ذهن ما میباشه انتخاب بکنیم و به او فکر بکنیم و بگذاریم که اون مفکوره ها دیگه خودشان عبور بکنن. از حضور شما یک دنیا تشکر میکنم استاد محترم. صحبت بسیار عالی داشتین و توضیح هایی که بر ما و هموطنان عزیز ما شدید. شما لطف کردین، ممنون. اوقات خوب باشه. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این لحظه در کنار ما هستین. این که هفته آینده در برنامه درمان در رابطه با چه موضوعی بر شما عزیزا معلومات خود دادیم، نگاه کوتاه داریم. و این قسمت دندان مولر سیوم که میبینین یا عقل دندان، این به نام همپک هست که کاملا در زیر بیره قرار داره و این خروج نکرده و این مشکل ساز میباشه. خوردن هوا است. خوردن هوا در کدام حالت ها رخ میده؟ در حالت هایی که یک فرد غذا بسیار تیز بخوره، یک نفر مثلا عجله داره و یک کار میره بسیار سریع غذا میخوره، 80% علت نفخ و باد شکم سریع خوردن غذاست.
قلبا تشکر میکنم از همراهی هم شما هموطنان عزیز که تا این لحظه در کنار برنامه درمان بودین. امیدوارستم از محتویات برنامه ما لذت برده باشین و فراموش نکنین که چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا را سابسکرایب بکنین، با دوستایتان شریک بسازین. تا هفته آینده و برنامه بعدی، خدا و نگهدار.